تو اسم چیه؟ غلام رضا تختی. سلام علیکم، من زهرالملوکم و اینجا کانال شهر فرنگه. عصر روز 17 دی ماه سال 46، روزنامه اطلاعات خبر تکان دهنده ای رو منتشر کرد. تیتر خبر این بود: خودکشی یک قهرمان، و زیر اون با فونتی ریزتر نوشته شده بود: پیش از ظهر امروز تختی خودکشی کرد. تمام ایران با شنیدن این خبر تو بهت و حیرت فرو رفتن. همه آجواج از هم میپرسیدن که خبر خودکشی درسته؟ و در کمال ناباوری متوجه میشن که این شایعه نیست و اسطوره‌شون تو اتاق 23 هتل آتلانتیک خیابون تخت جمشید خودش رو برای همیشه از قید زندگی رها کرد. اما چرا؟ چرا یه پهلوان باید خودش رو از زندگی خلاص کنه؟ اونم وقتی که تو این سطح از شهرت بود و جهانی رو اسمش قسم میخورد. با من همراه باشین تا در این ویدیو بیشتر به زندگی ایشون بپردازیم. غلامرضا تختی که با عنوان جهان پهلوان تختی هم شناخته میشه، تو 5 شهریور سال 1309 تو خانواده متوسط در محله خانیاباد به دنیا اومد. غلامرضا 2 برادر و 2 خواهر بزرگتر از خودش داشت. پدر بزرگش فروشنده خاروبار بود و تو دکانش روی تختی می نشست. به همین خاطر لقب تختی به خاندانش داده شد. اون تو دبستان حکیم نظامی تهران تحصیلات ابتدایی خودش رو گذروند. پدر غلامرضا یخشالدار طبیعی بود و از این راه گذران زندگی می کرد. اما یخشال تو طرح خیابون کشی تو زمان رضاشاه می افته و پدرش مجبور میشه یخچال رو با بهای کمی به دولت بفروشه و همین اتفاق باعث ورشکستگی اون میشه، تا جایی که مجبور میشه که خونش رو گرو بذاره و اونو از دست میده. بعد از این اتفاق فوت میکنه و غلامرضا در اوج تنگدستی یتیم میشه. اون تحصیلات خودش رو تا سال اول متوسطه تو دبیرستان منوچهری میگذرونه و بعد هم ترک تحصیل میکنه. بعد از ترک تحصیل به ورزش‌های زورخونه‌ای و کشتی رو میاره. با اینکه علاقه زیادی به ورزش داشت، اما مجبور بود به خاطر گذران زندگی کار کنه و مخارج زندگی رو تأمین کنه. به خاطر همین برای مدتی به خوزستان رفت و تو شرکت نفت مسجد سلیمان مشغول به کار شد. تو سال 27 بعد از بازگشت از خوزستان روانه خدمت سربازی شد و 25 مهر همون سال به استخدام اداره راه آهن در اومد. غلامرضا ورزش رو با کشتی باستانی شروع کرد. تو سال 29 تو سن 20 سالگی به عضویت در باشگاه پولاد در اومد و به صورت حرفه‌ای زیر نظر حبیب الله بلور کشتی آزاد رو برای شرکت تو مسابقات قهرمانی شروع کرد. تو سال 30 با اولین حضور تو مسابقات قهرمانی جهان تو هلسینکی فنلاند تونست برای اولین بار برای کشتی ایران توی مسابقه خارجی مدال کسب کنه. تو همون سالها وقتی تختی تنها 21 سال داشت وارد فعالیت‌های سیاسی شد. اون که از طرفدارای دکتر مصدق بود، بعد از اتفاق 28 مرداد سال 32 از طرف کمیته ورزشکاران به کنگره شورای مرکزی جبهه ملی ایران راه پیدا کرد. اون از سال 1329 تا 1338 8 بار قهرمان کشور شد. تو سال 31 مدال نقره المپیک فنلاند، سال 35 مدال طلای المپیک ملبورن و در سال 1339 نقره المپیک روم رو به دست آورد. اون اولین کشتیگیر ایرانی بود که تو وزن‌های 79، 87 و 97 کیلویی به مدال‌های جهانی و المپیک رسید و تجربه 4 حضور تو المپیک رو تو کارنامه خودش داره. تختی همچنین با 7 مدال جهانی و المپیکی رکورددار کشتی تو ایرانه. اون تو کشتی پهلوانی و ورزش زورخونه‌ای هم فعالیت داشت و تو 3 سال پیاپی صاحب بازوبند پهلوانی ایران شده بود. همونطور که در فیلم میبینید، این نشان رو محمد رضا شاه به اون اعطا کرده بود. تختی از چهره‌های محبوب و مشهور فرهنگ عامه ایران بود و تو فرهنگ ورزشی ایران بسیاری اون رو نماد پهلوانی و جوانمردی میدونستن. تو شهریور سال 1341 بعد از اتفاق زمین لرزه بوئین زهرا که 10,000 نفر کشته و مجروح در پیداش،
فعالیت‌های اون و چند تن از پهلوانای دیگه برای امدادرسانی و کمک به زلزله‌زده‌ها موجی از شور و وحدت ملی رو تو ایران به وجود آورد و کمک‌های فراوانی برای آسیب دیدگان ارسال شد. رفت و آمده تختی به جبهه ملی و عضویت تو شورای مرکزی باعث شده بود تا از طرف ساواک به عنوان یه ناراضی شناخته بشه. به همین خاطر دستگاه ورزشی بنا به تصمیم ساواک از تمرین‌های تختی جلوگیری می‌کرد. اون تو سال 42 بارها به ساواک احضار شد و فشارها روی تختی انقدر افزایش پیدا کرد که حتی در مواردی تختی رو از ورود به ورزشگاه‌ها هم منع می‌کردند. بعد از 2 سال دوری از رقابت‌های ورزشی برای 4مین بار تو بازی‌های المپیک شرکت کرد، اما برای اولین بار بود که تو این مسابقات مدالی کسب نکرد. اون تو فاصله سال‌های 41 تا 45 با وجود سن بالا همچنان عضو تیم ملی ایران بود و تو چند مسابقه آخرش موفقیت قبل رو نداشت و همین اونو سرخورده کرده بود. 12 آبان سال 1345 تو سن 36 سالگی اون با خواهر یکی از دوستاش به اسم شهلا توکلی که 20 ساله بود ازدواج کرد. حاصل این ازدواج یه پسر به اسم بابک بود که تو 11 شهریور سال 1346 به دنیا اومد. تختی 4 روز قبل از مرگش بعد از یه دعوا با همسرش به حالت قهر از خونه بیرون میاد و به هتل آتلانتیک میره. 2 روز قبل از مرگش وصیت‌نامه‌ای تنظیم میکنه تو یکی از دفترخونه‌های اسناد رسمی و در اون کاظم حسیبی رهبر جبهه ملی رو به عنوان سرپرست فرزند 4 ماهه خودش معرفی میکنه. اون شب قبل از فوتش کاغذ و خودکاری رو از کارمندای هتل میگیره و نامه‌ای مینویسه که تو این نامه اینطور نوشته بود: اولا مهریه زنم هرچه هست بدهید. بیشتر از آن راضی نیستم. ثانیاً خانه نارمکم را 1 سال از فروختم به آقای ایرج رمضانی. اوراق فروش بنز در خیابان چراغ برق. اتومبیل هم مال ایشان است. در ضمن از هیچ کس شکایت و گله و ناراحتی ندارم. خودم این تصمیم را گرفتم و احدی در کار من دخالت ندارد. در کنار جسدش هم چند بسته قرص و مقداری تریاک بود که هر دو رو با هم در آب حل کرده بود و خورده بود. تو همون روزای اولم مصاحبه هایی با خانواده اون انجام شد که همگی اظهار داشتن اختلاف اون و همسرش باعث این اتفاق شده بود. اما همسر شهلا گفته بود بالاخره اختلاف تو هر زندگی هست و تو زندگی ما هم بود. ولی چیزی که این مدت باعث ناراحتی غلامرضا بود ناکامیای اخیرش تو مسابقات بود. با این حال عده‌ای مرگ اون رو مشکوک می دونستن و می گفتن ساواک به خاطر محبوبیت زیاد و عدم وفاداری اون به رژیم اون رو به قتل رسونده. این شایعات بعد از انقلاب پررنگ تر شد تا جایی که حتی به اون لقب شهید هم دادن. این پهلوان رو تو گورستان ابن باویه شهر ری به خاک سپردن و گفته شده هزینه های کفن و دفن تختی توسط محمد علی فردین که یکی از دوستان نزدیک به اون بود پرداخت شده. 50 سال بعد تو اسفند سال 97 مرحوم جمشید مشایخی که از دوستای نزدیک تختی بود مرگ اون رو خودکشی اعلام کرد. بعد از این ماجرا پسرش بابک تختی هم اعلام کرد که تمام این شایعه ها نادرسته و پدرش کشته نشده بلکه خودکشی کرده. 2 فیلم مستند از زندگی تختی ساخته شد که اولیش آخرین پروژه سینمایی ناتمام علی خاتمی بود و دیگری تختی به کارگردانی بهرام توکلی. تختی هیچ وقت تو یاد مردم نمرد بلکه به یه نماد پهلوانی و جوانمردی تبدیل شد. مرسی که با این ویدیو هم همراه من بودین. ممنون میشم که این پست رو لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنین و اگر تا به حال عضو کانال شهر فرنگ نشدین دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو روشن کنین تا از پستای بعدی من با خبر بشین.